در پیش ترانسفری زمیستون است ولی نشه هون نه تنها اویدی خبر اوزه های ماه یانوار بلکه پیش دستی کردن نقشه های دسته ها رو برای روزنه ترانسفری توبیسون هم فوش کرده ایستادند تا کدوم درجه این اوزه ها حقیقت دارند و کدومشون احتمال است عملی گردند در این باره ما در برنامه امروزه خود معلوماتی پورا خواهیم داد سلام دوستان شما قرار دارید در کانال میدان تیجی و پیشکش شما برنامه عنعنوی ما که همه روزه در اون شما رو از نویگری های ورزش دوست داشته تون با خبر میکنیم پیش از آغاز برنامه میخوام دانش فوتبالی شما رو بسنجم در کامنتر نویسید که این حق قیمت ترین حیات این حیات کدوم دسته است با سوال گذشته مو اولی شده عبدالله کریمی جواب درست داد سالی 2021 به انجام یابی خود نزدیک است و به دسته ها مهم است که اون رو با غلبه جنبست نمایند. در این شب روز در توپ 5 چمپیونات و رقابت ها با همه سنت و جالبیتشون ادامه دارند. تماشای رقابت ها رو همراه با اکس میتونه جالب تر کنید. رگیستراسیه آسان، پر کردن مبلغ از نام گوشه و کانال دنیا و کیفیت های بلند. ولی مهمتر از همه بونوس $100 در اولین پرداخت با پرموکد میدان. معلومات های ضروره در کامنتاریا. به همه موفقیت. یوونتوس با عدت قدیمه و دوست داشته خود میخواهد فوتبالبازی کالونسول رو به حیث اگنتی آزاد به دسته دعوت کند سخنویدی حملهگر ارسنال پیر امریک ابامیانگ میرود تورنیو باید در خط حمله خود دیگرگونی وارد سازند زیرا با او نگاه نکرده که از رفتن رونالدو قریب 4 ماه گذشت ولی هول هم در سال 2021 بهترین حملهگری دسته ماس کریشتیانو باقی میماند یعنی حملهگری پرتغالی تاون است که در 6 ماه از فوتبالبازان دیگر یوونتوس که در اختیارش 12 ماه داشتند بیشتر گل زند این ستاتیستیکا نشان دهنده اون است که خط حمله یوونتوس به رونالدو در کدام حالت قرار دارد می گفتند که اومدن کریشتیانو در دسته با دیبالا خلل میرساند اما ما دیده ایسودیم که پاولو چیتاوری که در وقت رونالدو بود هول هم همون گونه است لیدر اساسی دسته در عین هول فدریکو کیزا است که او اصلا نیمه حمایتگر میباشد در خط حمله کسی لازم است و اون کسی میتواند ابامیانگ باشد نشریه توتو سپورت مینویسد که تورنیو میخواهند از حالت نچندان خوبی فوتبالباز در دسته استفاده کرده او را تا انجای موسم به اجاره گیرند حملهگری گابونی به آرتتا لازم نیست بنابراین فرصت خوب است تا از لندن روی گورز رو پیش گیرد در اروپا یکچند دسته هایی هستند که کدام فوتبالباز میخواهند دسته اشان رو ترک کنند در حال آنها رو به این دسته ها خوزگوری میکنند این ها اینها نیوکاسل و بارسلونا هستند نیوکاسل به اون خاطر که دسته انگلیسی از طرف شیخ‌های عرب خریده شد و زمستون اونها میتواند برای خریدن بازنگان نو تا 100 میلیون یورو صرف کنند بارسا باشد به اون خاطر که این دسته به تغییرات زیاد نیاز دارد خصوصا در خط حمله برای مثال همون ابامیانگ رو چند پیش به بارسلونا هم خوزگوری کرده بودند ولی کاتالونها نفر دیگر رو از پرمیر لیگ به هیئت دعوت مینمایند این نفر ایدیسن کاوانی است که امکان دارد زمستون به پول منچستر یونایتد رو ترک کند کاتالونها که شرایط مالیویشون نچندان خوب است به اگنت های آزاد بیشتر توجه میکنند و اکنون که امکان دست داد تا کاوانی رو دعوت نمایند بارسا نمیخواهد اون رو از دست دهد بله کاوانی از روی استیل بازی عموما به بارسلونا موافق نیست ولی برای حملهگری مرکزی این چیز نچندان مهم است اگر او حمایتگر وای نیمه حمایتگر می بود گپی دیگر بود وظیفه کاوانی انجام دادن حمله او است نفری که بارسا با اون چون آب و هوا نیاز دارد چی طوری که نشریه دیاریو سپورت می نویسد حملهگری 34 ساله اروگوایی برای گزارش به دسته کاتالونی روزگی خود را رو داد او آماده است با بارسلونا شرطنامه 1.5 ساله به امضا رساند همه به این ترانسفر آمادهام به جز از منچستر یونایتد روبرت دیوهای سوق در این باره هلو ابراز اندیشه نکردند و بارسا هم روزگی آنها را انتظار است اگر به فوتبالباز همین هلو اجازت رفتن دهند آکی در روزهای اول ماه یانوار ما او را در حیات بارسلونا خواهیم دید بله کاوانی فوتبالبازی کالونسول است ولی تو راست شدن قامت بارسا چنین بازنگارو نیز کمک کالون خواهند کرد تابستون کاتالونها چه نقشه ها دارند همه ما میدونیم سخن آید ایلین خولان میرود اما نباید شتاب کرد همین هلو تن آمدن کاوانی به بارسلونا کفایه است تренری لیورپول یورگن کلوب اویدی حالت محمد صلاح و شرطنامه او با دسته که تا حال دراز کرده نشده است نقل کرد گفت و شنید او خیلی خوب رفته ایستادند تمام در این باره دیگر هیچ چیز گفته نمیتوانم تا اون وقته که طرف ها بروزگی نرسند من میخواهم که مسئولیت ها زودتر انجام یابند این کی رخ میدهد من نمیدانم گفت و شنید او خوب هستند یا بد اما شرطنامه تا حال دراز نشده است البته چند ماه است که طرف ها بروزگی نمیرسند و چنین مسئولیت های دور و دراز عادتا عاقبت نچندان خوب دارند طبق معلومات های اخرانی که نشریه ها خبر دادند صلاح معاش خیلی کلون طلب دارد خیلی کلون برای لیورپول که نسبت دسته های دیگر معاش های کیهانی نمیدهد بعضی ها مینویسند که صلاح 400,000 فونگ در یک هفته طلب دارد دیگران باشند 300,000 میگویند مقصد آن است که مرسدها آموده نیستند اینقدر معاش دهند انا فروختن صلاح یا نگاه داشتن آن مسئله خیلی
нозук ва ҷиддӣ аст. Муҳаммад Бананский 30 сола мешавад ва он шартномае ки ӯ талаб карда истодааст, шояд барояш охирон қарордоди ҳамкорӣ бо Ливерпул бошад. Вақте ӯ 33 сола ё 34 сола мешавад, ӯро фурӯхтан душвор аст. Бинобар ин агар Ливерпул Салаҳро фурӯхтанӣ бошад, ҳоло вақти мувофиқ аст. Аммо агар барои роҳбарият натиҷаҳои даста муҳим бошанд, пас ба ҷуз аз дароз кардани шартнома бо Салаҳ варианти дигаре буда наметавонад. Ба ҳамаин босиҳо ки вазъият начандон хуб аст, ПСЖ бинии худро халонда истодааст ва омодааст ба Муҳаммад ҳама чиро кафолат диҳад. Мавқеи асосӣ дар ҳайат марҳамат. Шартномаи дарозмуддат бо маоши кайҳонӣ проблема нест, марҳамат. Ҳамчунин аз даста рафтани Мбаппе хоҳиши ба даст овардани Салаҳро барои Парижҳо бозам бештар мекунад. Ҳатто Фабрицио Романо моҳи октябр гуфта буд ки маҳз ба хотири аз даста рафтани Мбаппе ПСЖ ба Ливерпул муроҷиат карду хост Салаҳро бихарад, аммо онҳо розӣ нашуданд. Ҳоло бошад ҳолат каме дигар аст ва агар тарафҳо дар масъалаи дароз кардани шартнома нозу гузи худро идома диҳанд, ҳамаш метавонад бо рафтани Салаҳ анҷом ёбад. Албатта шахсан ман мехоҳам ки Салаҳ дар Ливерпул боқӣ монад. Шумо чӣ? Ҳатман дар коментар нависед. Ва раҳмат ки ин видеоро то охир тамошо кардед. Хай!